سلام بچه ها، چطورین؟ ایمان موریسان هم خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. بچه ها، این ویدیو قراره که متفاوت باشه با تمام ویدیوهامون. خیلی از شما بچه ها میپرسین اصلا که چی میتونیم فیسیت بازی بکنیم. تو این ویدیو قراره توضیح بدیم که اصلا فیسیت چه فوایدی داره و چه کارهایی باید انجام بدین که بتونیم فیسیت رو بازی بکنیم. پس تا ویدیو همراه هم باشین. همین حالا ولی میتونین منو سابسکرایب بکنین. اگه سابسکرایب نکردین زنگولام حتما بزنین که بلافاصله بعد از اینکه ویدیو آپلود شد مطلع بشین. دمتون گرم بچه‌ها، آخر ویدیو میتونین کامنت بذارین، نظراتتون رو بذارین و اگه سوالی هست این پایین بنویسین و میتونید بگین که ویدیو بعدی در مورد کانتنت چیزی باشه و این داستان. اگه استقبال بشه این ویدیو، بازم ویدیو آموزشی میگیریم. پس بریم تو کارش. بچه ها، خب در درجه اول بچه ها شما یه اکانت استیم داشته باشین. خیلی دوستان میگن که ما رفتیم کانتر رو دانلود کردیم، کانتر نمیتونستیم بازی بکنیم. بچه ها، دوستان عزیز، باید کانتر رو از خود استیم دانلود بکنین که بتونین آنلاین بازی بکنین. چجوری از استیم دانلود بکنین؟ کافی برین داخل سایت استیم که داخل قسمت این پایین هم میتونیم بنویسیم سایت استیم چیه. میرین اینجا نرم افزارشو دانلود میکنین. وقتی دانلود کردین اینستالش میکنین که خیلی راحت نکست 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 تموم میشه، ایزی پیزی. داخل اونجا یه اکانت درست میکنین، فرقی نمیکنه بچه ریجن شما چی باشه. ریجن شما فقط توی قسمتی فرق میکنین، شما میخواین یه بازی رو خریداری بکنین که میرین میخرین و این داستانا، اون موقع توی قیمتش تفاوت ایجاد میشه. وگرنه برای بازی کردن کانتر استرایکش تفاوت نمیکنه ریجن شما چی باشه. پس تا اینجا این شد که شما رفتین الان استیم رو دانلود کردین، یه اکانت درست کردین و شما اکانت استیمتون میاد بالا که همچین شکل شمایلی داره. ولی حالا اینجا شما میرین چیکار میکنین؟ تو قسمت استور میرین اینجا استور کانتر استرایک میزنین کانتر استرایک. حالا گلوبال آفنسیو میزنین که کاملا مجانیه این بازی بچه‌ها، نیاز نیستش که شما پولی پرداخت بکنین، کاملا مجانی شما میتونین چه بکنین دانلود بکنین که دانلود کردنش فکر کنم 11 گیگه ولی وقتی اینستال بشه فکر کنم 22 گیگ 23 گیگ از حجم هاردتون رو میگیره. پس حتما این حجم رو داشته باشه. بچه‌ها، دوستانی که سی پی یوشون قبل از نسل 9 یکم مشکل ممکنه توی اف پی اس بخورن که کاملا طبیعیه، نیازی نیستش حتما کورای 9 بگیرین کورای 7 بگیرین، مهم اینه که نسل سی پی یوتون بالا باشه. نیاز کارت گرافیک زیاد قوی نیستش ولی سی پی یوتون خیلی مسئله مهمیه که توی نسل بالایی باشه. این از این. خب ما کانتر استرایک رو دانلود کردیم، نصبش کردیم و یه گزینه پلی براتون میاد. بچه‌ها، دوستان، اگر می‌خواید فیسیت پلی بدین، من پیشنهاد می‌کنم که حتما برین داخل کانتر استرایک و یه 500 6 ساعتی حداقل تایم پلی داشته باشین. شما حداقل به 20 ساعت تایم پلی نیاز دارین داخل استیم که کانتر بازی بکنین. بعد حق دارین که برین داخل فیسیت اکانتتون رو کانکت بکنین به فیسیت. این خیلی مسئله مهمیه. خیلی دوستان تا کانتر میریزن انتظارن که اون باز بشه، اینجوری نیست. بچه‌ها، تایم پلی شما نیازش حتما بشینین بازی بکنین. همین که شما کانتر رو باز بکنین تایم پلی حساب میکنه. شما میتونین شب بذارین اصلا باز بمونه، همینطور تایم پلیتون میره بالا و هیچ دلیلی وجود نداره که شما تایم پلیتون بالا باشه پس بازیتون بهتره. خیلی میپرسن تایم پلی چقدر پس الان باید بازیت اینجوری باشه؟ نه، هیچ فرقی نمیکنه بچه، تایم پلی هیچ تأثیری نمیذاره. شما میرین بچه یکم مچ میکینگ بازی میکنین. دوستانی که میپرسن که آقا بازیمون چجوری بهتر میشه و غیره، بهترین روشش مچ میکینگ بازی کردن یا همون کامپتیتیو خودمونه. ولی یه مسئله، دوستانی که لولشون یک حق ندارن بازی بکنن، نمیتونن بازی بکنن، این کانتر بهشون اجازه نمیده. لول 2 شما میتونین کژوال بازی بکنین، بعدش بیاین سراغ کامپتیتیو به صورت مسابقه ای بازی بکنین. خیلی کمک میکنه که بچه شما خطا رو راحت‌تر بشناسین. بچه کانتر استرایک بازی اف پی اس فرست پرسن شوتره، هر چقدر شما بیشتر بازی بکنین شوتینگتون میره بالاتر، شوتینگتون بالاتر باشه بازیتون بهتره. خلاصه مفید بهتون میگم تو این بازی کشتن خیلی مهمه. حالا بگذاریم، شما اینجا میتونید برید مپتون رو انتخاب بکنین، برید بازی بکنین. بچه‌ها، دوستانی که تازه کانتر استرایک نصب میکنن در طول روز 3 تا بازی حق دارن که حالا ببرن و این داستانا. بعد از 3 تا بازی کولدان میخورن. دوستان فکر نکنین چیترین. بعضی به من که ما خیلی خوب زدیم کولدان بهمون داد. نه آقا جان، واسه این نیست. واسه اینه که شما اگر چیتر باشین نتونین پشت هم بازی بکنین. فرق واسه همین کولدانو میده بچه‌ها. بعد از اون همینطور کمتر میشه تا وقتی که اسکیل گروپ شما بیاد. اسکیل گروپ چی هست؟ اسکیل گروپ اینجا اسکیل گروپ داره بچه‌ها که از حالا مثلا سیلور شروع میشه، میاد بالا میاد بالا تا میرسه به همون سوپریم و گلوبال الایت و اینا. بچه‌ها، این اسکیل گروپ زیاد اهمیتی نداره. چرا اهمیت نداره؟ چون که توی مچ میکینگ چیتر زیاده. فرق فیسیت و مچ میکینگ همینجاست بچه‌ها. کجا؟ اینجاست که دیگه شما با چیتر بازی نمی‌کنید داخل فیسیت. ولی توی مچ میکینگ حتی اگه اکانتتون پرایم باشه، بچه‌ها اکانت پرایم شما میتونید $15 بدین اکانتتون پرایم بکنید، یا اینکه لولتون
21 بشه. اگه لولتون 21 بشه به صورت کاملا مجانی میتونین پرایمش بکنین. فرقشون فقط چیه؟ شما یه تلفن رو ثبت کردین داخل استیم برای کانتر استرایکتون. هیچ دلیل برای این نیستش که جلویتون چیتر نباشه. ولی آره، احتمال اینکه چیتر بخوره بهتون وقتی پرایم نیستین خیلی بیشتر. ولی باز هم دلیل برای این نیستش که شما دیگه بهتون چیتر نخوره. جلوی خود ما هم میفته بعد از اینکه اکانتمون نزدیک 9 ساله که اکانت داریم. پس هیچ دلیلی کافی نیستش. پیشنهاد من چیه؟ بچه‌ها وقتی 2300 ساعت پلی دادین داخل مچ میکینگ، حداقل فهمیدین بازی چی به چیه، بیاین داخل فیکسید بازی بکنین. چون توی فیکسید یکم بازی سخت‌تر از مچ میکینگ بچه‌ها، چون کسایی که میان یکم اسکیلشون بالاتره، یکم با هدف‌ترن. چون بچه‌ها داخل فیکسید شما اگه ایلوتون خیلی بره بالا، مثلا بالای 3500 600 بره، شما میتونین با پلیرای خیلی خفن بازی بکنین، پلیر سطح اول دنیا که هیچ وقت قدیم توی کانتر استرایک همچین قابلیتی وجود نداشت که پلیری که مثلا تو ناکجا آباده مثلا بتونه با سطح اول دنیا بازی بکنه. پس فیسیت شد چی؟ راهی برای آینده، یک سکو پرتاب میشه برای اینکه شما بتونید پیشرفت بکنید. حالا بگذاریم در کل قضیه، شما فکر کنید که حالا این 30 40 ساعت رو تایم پلی داشتین داخل کانتر، اینترنتمون هم قطع شد همین الان، چه شانسی. ولی خب مهم نیست چون که ما داریم ویدیو رکورد میکنیم، هیچ ایرادی نداره. شما وقتی بچا تایم پلیتون به اینقدر رسید، شما میتونید فیسیت بگیرین اکانت درست بکنید. فیسیت به چه نفع شما میتونید اکانت درست بکنید؟ خیلی ساده، شما با ایمیلتون دارین اکانت درست میکنین. بچه وقتی با ایمیلتون اکانت درست میکنین، هیچ جای نگران نیستش. شما هیچ پولی لازم نیستش پرداخت بکنین برای فیسیت بازی کردن. شما میتونین اکانتتون درست کنین داخل سایت فیسیت، facit.com. خیلی ایزی شما میتونین برین کار. فیسیت فقط برای کانتر استرایک نیست، برای خیلی از بازیهای دیگه مثل رینبو سیکس، ولورانت و همه بازیهای دیگه و مسخره ای که فکر کنین هم هست. اصلا فکر نکنید فقط برای کانتر استرایک. شما خیلی ساده میرین داخل فیسیت اکانت درست میکنین. من اکانتمو شما فکر کنین ساختم. الان اومدم بر فرض اینکه شما بلد نگیدین اکانت درست بکنین، بچه اومدم اینجا. بچه شما وقتی اکانت درست کردین، یه مسئله خیلی مهم داره. شما میتونین اینجا چیکار کنین؟ گیمتون رو اد بکنین. مثال میزنم، میخواین کانتر استرایک رو اد بکنین. کانتر استرایک من چون اد کردم دیگه نیازی دوباره اد بکنم. خب این از این، یک درجه بالا اینش. ولی شما میخواین اد بکنین، چیکار باید بکنین؟ کاری که اد بکنین چیه؟ خب بچه قضیه اکانت اوکی شد. یکم اکانتمون مشکل داشتش، چون چند تا اکانت ساخته بودم، میخواستم براتون از همون قسمت اولیه‌اش رو بگیرم اوکی بکنم. ولی بس فهمیدم که وقتی باید 20 ساعت تایم پلی داشته باشین که بتونیم پلی تایم داشته باشین که بتونیم دوباره اکانت رو بگیریم کانکت بکنیم، دیگه بیخیال این قضیه. شما فکر کنین که ما 20 ساعت حالا اکانتمون اوکی شده، اکانت حالا اومدیم چیکار کردیم؟ اینجا کانکت کردیم. شما برای اینکه اکانت رو اد بکنین، میایین تو قسمت پلی، اینجا تو بازی‌ها اد گیم میتونین کانتر استرایک رو اضافه‌اش بکنین و کانکت میشه. فقط مسئله مهم اینجا دو تا چیزه. شما برای اینکه بتونین کانکت بکنین، باید بیاین اینجا تو قسمت یور اکانت، بچه‌ها تو قسمت ستینگ فیسید یور اکانت، دو تا چیز رو باید اینجا بدین. یک، ایمیل آدرس. ایمیل آدرستون باید بدین اینجا، ادیت بزنین و ادش بکنین. برای شما یه دونه ایمیل میفرسته که شما وریفای میکنین و ثبت میشه که این ایمیل برای شماست. یکی دیگه‌اش فون نامبر یا همون شماره تلفنتونه که باید شماره تلفن رو بدین. بچه‌ها دوستان میگن که خب ما شماره تلفن میدیم ولی برای ما اس ام اس نمیاد. بچه‌ها دوستان باید شماره تلفن میدین یا برای خارج از کشور باشه و شماره تلفن واقعا واقعی باشه، باید کد برای شما میفرسته و کد رو باید تایید بکنه، یا اینکه باید شماره شما شماره ایرانسل باشه که تنها اپراتوری که فعلا ساپورت میشه داخل ایران همون ایرانسله که برای شما کد رو میفرسته. حالا دوستان، خانواده، فک و فامیل، دوست آشنا، یکیتون که شماره ایرانسل داشت، اون شماره رو بدین، اون کد رو میزنین، دیگه هم نیازی بهش نیست. نیازی نیستش بگیم وای الان چی میشه، الان پس فردا این نیاز میشه. نه، نیاز نمیشه به هیچ عنوان. خیالتون راحت باشه. خب دوستان، فیسیت کلی قابلیت خفن جلوتون میذاره، ولی مسئله مهم اینجا چیه؟ یکی آنتی چیت. آنتی چیتش به صورت کاملا رایگان اینجا باید دانلود بکنید. دانلود میزنین، دانلود میشه، خیلی ایزی پیسی. یادتون باشه که قبل از این کانتر استرایک رو باز بکنید، باید آنتی چیتتون بیارین بالا برای بازی کردن. این درجه اول شد. درجه دوم، شما نیاز به وی پی ان دارین. وی پی ان بسیار مناسب. بچا وی پی ان فری نرین بگیرین. خیلی وقتا میگم ببینیم وی پی ان فری میگیریم بازی میکنیم، نه بچا اینجوری جواب نمیده. وی پی ان فری جواب نمیده. پیشنهاد میگم شما برین بچا اکانت اچ ام ای بخرین. اکانت اچ ام ای به صورت قانونی نمیخواد حتما تایید بکنین. شما میتونین اکانت اچ ام ای به صورت کرکی میفروشن، فکر کنم سالیانه 60 تومن 70 تومن ایناست. نپرسین فقط توی کامنت از کجا بخریم، تو از کی خریدی. شما از یه اکانت تلگرامی خریدم که اکانتش هم کلا کامپلت
ترکید، اصلا نمیدونم اکانت طرف میفروشه کجاست. نبسته اینه که نمیخوام تبلیغش کنم، نبسته چیز دیگه است، اکانت طرف دیگه نیست اصلا. خوشبختانه اچ ام ای ما کانکت میشه. بچه‌ها یادتون باشه اچ ام ای رو سرور فرانکفورت بذارین، بهترین و بهترین پینگو شما توی سرور فرانکفورت آلمان دارین برای بازی کردن فیسیت. خیلی خوبه، فکر کنم پینگتون الان حدود 90 تا 100 باشه که دیگه واسه بازی کردن کانتر استرایک اوکیه. این از این. چرا حالا میگم وی پی ان داشته باشین؟ خیلی از سرورهاش بچه نیازی به وی پی ان نداره، ولی از 10 تا تقریبا 7 8 تاش نیاز داره. پس بعد وی پی ان داشته باشین وگرنه کولدان میخورین و این موضوع هر بار میگیره بیشتر میشه کولدانتون. واسه اینم بهتره داشته باشین که این تراست فاکتورتون هم کم نشه. تراست فاکتور با فیسیت فرق میکنه با خود کانتر استرایک مچ میکینگ. بچه‌ها تو فیسیت وقتی برنده میشین توی ایکس پی یا همون اکسپریانس توی کانتر استرایک تاثیری نداره. و یه چیز دیگه هم واسه اضافه میکنم، اکسپریانس تو کانتر استرایک فقط مختص همون مچ میکینگ و مچ میکینگ گفتم، بیشتر از گلوبال الایت نداره که اصلا به نظر من بخوای توی سی اس بکنین همون لول 5 6 مثلا فیسیت میشن مثلا گلوبال الایت مچ میکینگ. بچه‌ها حالا اینجا چیکار میکنین؟ میایین توی پلی CSGO رو کلیک میکنین، اینجا شما میتونین کرییت پارتی بزنین بالا سمت راست، اینجا میتونین انتخاب بکنین دوستتون رو اینوایت کنین که دوستتون هم اد بشه با دوستتون برین بازی بکنین. فرق نمیکنه شما لول 10 باشین دوستتون لول 1 باشه، میتونین بازی بکنین. ولی تو مچ میکینگ این حالتی نیست، مثلا تو 3 تا لول پایین تر 4 تا لول پایین تر دوستتون باشه میتونین بازی بکنین، وگرنه باید 5 نفر تکمیل باشین که بتونین بازی بکنین. پس اینجا هیچ محدودیتی ندارین، خیلی ایزی میتونین برین بازی بکنین. پس یادتون باشه چند تا مسئله که خیلی مهم شد، آنتی چیت باید داشته باشین. بچه‌ها یک حرکت دیگه هم خیلی مهمه، همراه با فیس سیتی که مثلا دانلود میکنین یعنی اینستال میکنین، اپلیکیشنش هم نصب میشه. اپلیکیشنش نیاز ندارین، با اپلیکیشن کانکت نشین بهتره. اپلیکیشنش به این شکله، مثلا شما بیارم بالا بهتون نشون بدم اپلیکیشنش چه حالته. اپلیکیشنش یکم باگ داره، بعضی وقت مثلا میگم مچ استارت میشه بهتون نمیگه، مثلا آنتی چیتش هم اینجاست، آنتی چیتش کلیک میکنین کانکت میشه. هر چند روز یک بار یه آپدیت میدن که خیلی هم خوبه، این آپدیت ها باعث میشه که شما دیگه مثلا چیت جدیدی نیاد، نکنه این آپدیت همی الان داد. اینا که خود اپلیکیشنشه که نیاز داره با اپلیکیشن بیاین بالا، خود بروزرتون بیارین بالا خیلی بهترم هست، چرا که نه. این داره الان آپدیت میشه آنتی چیتش. شما پس میان اینجا آنتی چیت باید حتما بالا باشه. شما پس میان اینجا پلی میزنین، اینجا میتونین بچه‌ها پلی که زدین بالا سمت راست اینجا نوشته مثلا چند نفر دارن سرچ میکنن، چند نفر الان درگیرن، تو جنگن، تو داستانن و اینا. پلی که بزنین، از سولو بزنین، درجا پلی بزنین استارت میشه گیم. استارت که میشه شما به صورت پیکو بن بازی، یعنی که شما یه مپ تیم شما یک نفر میشه لیدر، بن میتونه بکنه و آخرین مپ که پیک میشه بازی میشه. راند یکم برای نایف راند یا همون مشخص کردن جای و به همین سادگی. اونورا چه دیگه فکر کنم تو استریممون دیدین. بچه‌ها خیلی ممنون میشن که سوالاتتون رو بپرسین زیر. میتونین براش ویدیو درست بکنین. اگر به کارتون میاد دوستاتون هم نشون بدین ویدیو رو، کانال ما رو معرفی بکنین. قطعا اگر این ویدیو ویو بخوره و کامنتش بالا باشه بازم از اینجور ویدیوها میگیریم. اگر نقصی هستش، سوالی هست، حتما این پایین کامنت بذارین، لایک رو فراموش نکنین، کانال یوتیوب رو سابسکرایب بکنین. اینجا هم که همونجور که میبینین میتونین آنتی چیت رو ببینین که میزنه از چه سالی اصلا شما دارین چیکار میکنین، ممبرین و از این داستانا که ما اصلا 2013 نوامبر داریم بازی میکنیم دیگه، اینم سندش گفتن نداره. آقا دمتون گرم، مرسی که ویدیو رو دیدین، دمتون گرم، خیلی عشقین، دوستتون دارم، فعلا.